Senador, vamos para aqui. Temos um prazer, Sejam Berras. Estamos aqui para a morte, tesouro de Costa Guilherme, terceira e osta rume, dar-se para mexer a não ser mandu, castar, bater, mas assim, e parte as مسئله سازه نامعینی رو که خدمت عزیزان معرفی کرده بودیم باقی مونده. این رو سریع با هم مرور میکنیم و میریم سراغ سیستم های پیوسته. یک سازه‌ای داشتیم که یک عنصر هنر داشت و یک بار ۵۵ کیلونیوتن در این گره، فکر میکنم اگر چنانش این گره یک باشه، این هم گره دو باشه، این گره سه و این هم گره چهار. در گره سه وارد میشد، این نیرو با افق زاویه ۵۰ درجه میساخت و سوال این بود که اگر چنانچه ابعاد هندسی رو به ما داده باشن، بارگذاری هم داده باشن، نیچر آف ساپورت و توپولوژی هم به ما داده باشن، چجوری امکان پذیر هست که بریم میدان نیرو و میدان جابجایی رو در این سیستم به دست بیاریم. بسیار خلاصه استفاده مختلفی که باید برداریم رو جلسه قبل اشاره کردیم. استفاده یک، خروجیش تعداد المان ها و نوع المان ها بود. استفاده دو، گفتیم تو مسائل دایرکت آپروچ به طور ضمنی مثل این هست که همیشه تعداد گره ها برای هر المان دو تا هست و دلتای ای از فانکشن آف ایکس ال بودش سمیشن آی از یک تا دو این آی ای از فانکشن آف ایکس و در دلتای آی ای interpolating function over a typical element که عملا XL برای هر المانی local node numbering شماره یک خواهد بود که XL صفر XL صفر این L stand for local coordinate system. استپ سه باید بیان differential formulation رو تبدیل به integral formulation کنیم که برای این مسائل دایرکت آپروچ موضوعیت نداره. استپ چهار یک تفاوت ماهوی با مسائل برقی و مسائل آبی داشت، همینطور مسائل انتقال حرارت. در انتقال حرارت primary variable میدان درجه حرارت scalar quantity، در سیستم برقی primary variable ولتاژ از دوباره یک scalar quantity، در سیستم های منابع آب primary variable در گره ها میدان فشار باز همون هم یک scalar quantity هست و هیچ ضرورتی به اینکه بین لوکال کوردینت سیستم و گلوبال کوردینت سیستم یک تمایز قائل بشیم
موضوعیت نداشت. ولی توی مسائل خط آقا که میدان جای پرایمری وریبل ما هست و گره هم میتونه در راستای X هم در راستای X جای داشته باشه، عملا پرایمری یک بردار هست، یک فرس بردر انسوره و نهایتا ما باید بین لوکال کوردینت سیستم و گلوبال کوردینت سیستم تمایز قائل بشیم. این استپ 4 ناظر بر این بود که کامپیوت المنت پروپرتیز این لوکال اند گلوبال کوردینت سیستم. اگر چنانچه یادتون باشه جلسه قبل خلاصتا در آوردیم KL، حالا اینجا ما عملاً یه اندیس L داریم، یه زیر اندیس مد داریم و اینجا هم یه دونه D داریم. اسم این بود Element Stiffness Matrix in Local Coordinate System، ضرب در دلتای L. اینجا هم یه دونه علامت بردار داریم، یه دونه علامت E داریم. Vector of Element Nodal values in local coordinate system مساویه با F. باز اینجا هم یه دونه L اینجا داریم، یه دونه هم علامت بردار اینجا داریم، یه دونه هم یه اینجا داریم. باز این هم بود vector of element forcing function or secondary variable in local coordinate system. همونطور که سرکا کنم بالا مسکلامی هم جلسه وقت بوزیدن، هم دلتای ال هم FL در راستای المان، هم دلتای ال هم FL در راستای المان. مثلا در مورد این، این و این هست، اگه من بخوام روی این شکل با یک رنگ دیگری لوکال و لوکال نودان بریمیانشون بدم، این چه رنگی نشون بدم که یه مقداری شاخص باشه، شاید قرمز، نه قرمز نه، زرد مثلا، این یکه، این دوه. دست خودمون هم میتونستم اینو یک بذاریم، اینو دو بذاریم، این یکه، این دوه، این یکه، این دوه. لوکال کوردینتس، لوکال نمبر. بعد اگر من مثلا به صورت نمادین برای هر کدومش میتونم این کار انجام بدم، برای این المان یک بخوام بگم این کمیت ها چی هست، این هستش F L یک برای المان یک. اینجا یک دلتایی دارم، دلتای یک برای المان یک. اینجا یک نیروی دارم که اینجوری هست، این می شود F L دو برای المان یک. و اینجا هم یک دلتای دارم به اسم دلتای دو برای المان یک. من همش دیگه بولد به اصطلاح کمیت دلتا یک رو فقط مقدارش رو نوشتم، ولی اینم باز یعنی مقدار جا به جایی نامعلوم گره لوکال نامگذاری یک در راست فعلا. هر ایلت این دلتا یکی که مرتب به دست خودیم، یعنی این گره قبلی این گره ثابته و تغییر نمیده. در این نقطه به صورت نامعلوم این گره در این راستا مقدار جا به جایش دلتا دوی یک، یا نیرو هم به این صورت در لوکال کوردینت سیستم. مبدا ایکس ال برای این المان اینجا صفره، اینجا هم ال، که ال هم اینجا مقدارش سنتر. خب ما نمیتونیم به مجرد این رابطه رو نوشتیم بریم شروع کنیم اصلا بریم انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه هر عضوی حکم میکنه، باید اول بریم این رو تبدیل به چی کنیم،
گلوبال کوردینیت سیستم کنیم، بازم توی المان تو استپ 4 کامپیوتر المنت پروپرتیز، بعد بریم کارهای مربوط به شامل. قبل از اینکه من تو گلوبالم بنویسم این رو بگم که این کمیاتی که اینجا به کار رفته چی هستن. خود که برای المان تیپیکال دی مساوی هست با یک کلی در یک منهای یک منهای یک یک. که این کلی ای اگر چنانچه ای یک و دو باشه، که ای هستش ای 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 بخش بر ای ای. اگر چنانچه ای یک و دو باشه که حالا بعد همانند که یک ای خودش میتونه ای ها هم متفاوت باشه، ای ها هم میتونه متفاوت باشه، الا هم که متفاوت هست. مثلا ال سوپرسکریپت یک سه هست، ال سوپرسکریپت دو پنج. اگر چنانچه ای سه باشه که سختی محوری فنر چیز هست که هستش 50 نیوتن بر میلیمتر. این element stiffness matrix in local coordinate system دلتای L یک بردار دو در یکه که عناصرش این هاست. و بردار F L I هم F L 1 F L 2 این سه کمیتی که در قیاس المان بعد از نظر لوکال کوردینیت سیستم قابل بیان است. بعد جلسه قبل مفصل پیرامون گذر از لوکال کوردینیت سیستم به گلوبال کوردینیت سیستم هم صحبت کردیم و نتیجه صحبتمون این شد که تنها کاری که باید بکنیم باید یه لاره برداریم. یعنی عملا اگر شنیدید همین رو ادامه بدم که بتونم یه چیزی دیگری هم بنویسم، اینجا باید بنویسم که باز هم برای المان سردر دلتا بردار باز هم برای المان مساوی با F بردار برای المان. اسم این کار چی بود؟ بودش element stiffness matrix in global coordinate system. اسم این دلتا چی بود؟ vector of element nodal values in global coordinate system. و این F هم بودش vector of element forcing function in global coordinate system. سوال بین این کار و این کار چه ارتباطی وجود داره؟ بین این دلتا و این دلتا چه ارتباطی وجود داره؟ بین این F و این FL چه ارتباطی وجود داره؟ چون اینها الان مقادیرش برای ما معلومه، یعنی معلوم که میگم مشخصه.
اگر چنانچه بخوام این ارتباط رو برقرار کنیم، باید بگیم کا هستش آر دو تا سوپرسکریپت باید برای این بذاریم. یه سوپرسکریپت باید بذاریم چون برای هر المان این روتیشن میتریکس فرق میکنه، و یه سوپرسکریپت دیگه باید بذاریم که این ترانسپوز زرد داره کای ال برای المان، زرد داره آر این هستش ارتباط بین element stiffness matrix in global coordinate system و element stiffness matrix in local coordinate system. محصول شده بین آر ترانسپوز و آر دلتا یک برداری هست که هستش یو یک ای وی یک ای یو دوی ای وی دوی ای. برخلاف مسائل آب و انتقال حرارت و برق که درگیره ما یه دونه دیگری آف فریدم داریم، توی مسائل خرپاها که پرایمری وریبل ما یک بردار هست، در هر گره دو تا دیگری آف فریدم داریم. یعنی در هر گره تعداد درجات آزادی ما دو هست چون برداره. آیا تو دیگه نهایتاً بیشتر از سه تا میشه درجات آزادی تو هر گره؟ این مسئله دو بعدیه. تو یه لنگر دیگه میتونه فقط باز باشه. ارزم بزرگتون من ترجیح میدم با احتیاط به این سوال جواب بدم که میپرسید، ولی کلیت قضیه این هست که میگیم در سازه ها ما پرایمریمون میدان جابجاییه، سکندریمون میدان نیروه. اگر چنانچه مسئلمون دو بعدی باشه درجه آزادیمون دوه، اگر چنانچه مسئلمون سه بعدی باشه که هم درجه ایکس هم درجه وای هم درجه زد بتونیم جابجایی داشته باشیم، درجه آزادیمون سه میشه. حالا یک کمی باید جلو بریم به کیس های برخورد بکنیم که مثلا تو تیرها بیمان لستیک فاندیشن ما پرایمریمون دیگه فقط دیفلکشن نیست، پرایمریمون هم دیفلکشن هم اسلوپه، سکنداریمون مشتق دوم و مشتق سومه، اونجا هم باز ما در گره دو تا درجه آزاد داریم، یعنی دو تا مجهول داریم. پرایمریمون معادل تعداد درجات آزادیه که معادل دیفلکشن و اسلوپ میشه. برای موقعی که معادل حاکم درجه 4 باشه، ما دیگه توی سازه درجه 6 نداریم، داریم این تعریف وکتور آف element nodal values این global coordinate system. چه ارتباطی بین این دلتا و این دلتا وجود داره؟ دلتای L بردار برای المان هستش rotation matrix برای المان ضرب دلتای بردار برای المان. این هم رابطه بین دلتاها توی لوکال و گلوبال. تنها سوالی که نم پاسخ ندادیم که ارتباط بین F و FL وجود داره. ارتباط بین این دوتا هم
اگر به نوتاتون مراجعه کنی آن من شریفی F بردار در المان نسبت به گلوبال می شود R المان ترانسپوز ضرب در F E N چک می کنید ببینید همینه؟ بله. اسمبلین رو این صورت میگیره. ما برای اینکه بتونیم استپ پنج رو پی بگیریم که الان مطلب جدیدی هست، نه همش مال مطلب جلسه قبل بود، من خلاصه نوشتم به یه زبان متفاوتی که خسته کننده هم نباشه. استپ پنج اسمبل المنت properties in global coordinate system. Properties in global coordinate system. ما برای که بتونیم اسمبلی انجام بدیم دو تا جدول نیاز داریم. یه جدول نون کانکتیویتی تیبل میخوام، یه جدول هم میخوام که این محاسبات مربوط به تتا و کا چکار کنیم عرضه کنیم. اول نون کانکتیویتی تیبل نون کانکتیویتی اینجا این جدول ما سه تا ستون داره element number ستون دومش local node numbering و ستون سومش هم global node numbering. برای المان یکش لوکال نود نامبرین یک و دوه گلوبال نود نامبرین هم یک و دوه. برای المان دو لوکال نود نامبرین یک و دوه گلوبال نود نامبرین هم دو و سه هست. و بالاخره برای المان سه لوکال نود نامبرین یک و دوه گلوبال نود نامبرین هم ولی حواستون باشه اینجا لطفا که ما چجوری این اثر 2 degree of freedom رو در گره ها تو اسمبلین میبینیم. ما چون تو دو تا درجه آزادی داریم، یعنی ماتریس کا که عملا دیگه سوپر اسکریپت هیچ برداشته میشه با یه
قبل از که بریم شروع کنیم بحث اسمبلینگ رو پی بگیریم، بگیم یه جدولی هم لازم داریم که تو اون جدوله باز ستون اولش میتونیم بگیم element عنوان جدوله اسمش بذاریم element properties. element properties. خب اینجا اگر چنانچه ما بذاریم element number میتونیم یک ضرب که رو بنویسیم، یا میتونیم چون میتونیم برای همهشون این چیزها متفاوت باشه اینجا بگیم عملاً لنتش رو اینجا بنویسیم، لنت برای هر المان فرق میکنه بر حسب متر. بعد اینجا مارجینس آف الاستیسیتی ای برای هر المان بر حسب نیوتون بر متر مربع. و ای هم cross-sectional area و حسب متر مربع. با داشتن طول و مدول الاستیسیته و cross-section میتونیم بریم برای دو تا از المان ها این کمیت رو حساب کنیم. ای بخش برای بله که همون کاش یک کمیت دیگری هم داریم و اون اورینتیشن المان هست، تتا هست و حسب درجه دیگری اون جلو بار اون تو نوکر کشیده جلوبانش که کسی هست این آماره سمیه کنم نه درست اون شماره این بعد دوباره چیز کنم زرده ها دوکاره من جلوبان شدن درسته یک و دو. خب یه بار دیگه چک میکنیم این به اصطلاع در واقع المان یک سفید ها لوبال هفت با شما هست که باید این یک و سه بشه. المان دو دو و سه و المان سه سه و چهار. خب المان یک طولش سه متر چی؟ متوجه نمیشه. طول المان یک چهار متره. چهار متر من حسن ارتفاع بین دو تا ساپورت سه متر. چهار متر ماجنوس آف الاستیسیتی برای کلیه المان ها ثابته ولی میتونست متفاوت باشه. هشتاد گیگا پاسکاله. 80 باید زر بره 10 به توان چقدر بشه؟ 9 بشه تا بشه پاسکال. کراس‌سکشنال ایریا رو به ما مستقیم نداده ولی آماده قطر رو داده. میتونیم اینجا فعلا در حساب این رو بذاریمش قطر بر حسب میلیمتر ما
من تو حواستون باید باشه که موقعی که میخواییم شروع بکنیم محاسبات انجام بدیم کانسیستنت یونیت استفاده کنیم. اینو داده 20 میلیمتر، یعنی سطح مقطع عناصر یک و دو دایروی هستن و قطر مثلا بگیم لوله هست 20 میلیمتره. حالا با داشتن این ست کمیت مخصوصا حالا این متر خوبه، این هم نیوتن بر متر مربع خوبه، این هم حتما باید موقعی که محاسبات انجام میدیم تبدیلش بکنیم به متر و محاسبات رو پی بگیریم. من این اعداد ارقام رو در هم ضرب تقسیم کردم و نتیجهش رو خدمتتون میگم که برای المان یک چقدر میشه. البته خودتون هم میتونید حساب بکنید، میشود 6 ممیز 283 ضرب 10^6 واحدش هم نیوتن بر متر. برای تیتا هم همونطور که در جلسات قبل اشاره داشتم تیتای رمان 1 0. برای رمان 2 طول 5 متر، مارجین ساخت رسیستی 80 قطر هم باز 20 میتونست فرق بکنه قطر. این از ویژگی ها و جذابیت های عناصر محدود هست که میتونیم تنوع رو بپذیریم. محاسبات رو با این اعداد چک کنید میشه 5 0 26 10^10^6. در خصوص زاویه چی میتونیم بگیم برای المان 2؟ برای المان 2 علل اصول باید بریم شروع کنیم یه خطی از این نقطه به موازات گلوبال کوردینت سیستم بکشیم، بعد شروع کنیم از اینجا بچرخیم تا بیایم اینجا. یعنی عملا اگر ما این زاویه رو داشته باشیم 360 منها این زاویه، این زاویه چجور حساب میشه؟ با این زاویه برابر. این زاویه چجور حساب میشه؟ مقابل به مجاور 3/4. پس بنابراین میشود 360 منهای تانجانت اینورس 3/4. سیصد و شصت منهای تانجانت اینورس 3/4 هم مقدارش هستش 323 ممیز 13. این هم تکلیف المان 2. المان 3 فنره. تنها چیزی که ما لازم داریم برای المان 3 طولش موردی نداریم، چون اینا همه محاسبات برای ستونه بود. این هم موردی نداریم، این هم موردی نداریم، فقط باید این 50 نیوتن بر میلیمتر رو تبدیل بکنیم به 50 نیوتن بر متر. که اگر چنانچه این کار رو انجام بدیم میشود 50 ضرب 10^3 نیوتن بر متر. دقیق بفرمایید که این 50 نیوتن بر میلیمتر یه بار دیگه باید بنویسیمش، نیوتن بر میلیمتر. حالا چون میخوام از شهر میلیمتر خلاصی پیدا کنیم
باز ضرب در یک کسی رو کنیم که صورتش میلیمتره مخرجش هر یک متری هزار میلیمتر میلیمتر ما میلیمتر زدی میشه میشه 5000 در دانسه نیوتن بر متر. زاویه ای که این عنصر سه المان سه با افق میسازه باید از این نقطه خط موازات گلوبال کوردینت سیستم بکشیم، از این به چرخ در جهت خلاف حرکت ساعت تا به المان برسیم میشه 270. اگر چنانچه بری با استفاده از این روابطی که من اینجا نوشتم R K K اینا شد این K رو در R ترانسپوز و R ضرب بکنی برای هر المانی کاتون میشه این ماتریس 4x4. خب همونطور که ملاحظه میکنید این کی که بیرون از المان استیفنس متریس در قیاس المان هست میاد بیرون اینجا میذاریمش که برای المان 1 و 2 مقدارش اینه، برای المان 3 هم مقدارش اینه. بعد این ماتریس 4x4 که اینجا ایجاد میشه عمدتاً انتریاش تابع از تتا هست، میشه کوسینوس به توان 2 تتا کوسینوس تتا سینوس تتا یا سینوس تتا کوسینوس تتا. منهای کوسینوس 2 تتا حالا ممکنه آقا من شرکی بگی چه 4x4 بیاد اینجا این آره به قرمز می نیسم این آره هستش 2x4 200 داره 4 تا ستون این کا هم هستش 2x2 ببینید این آر ترانسپوز هم میشه 4x2. خب حالا نگاه کنید این به شما چی میده؟ 4x2 در 2x4 منهای سینوس تتای ای کوسینوس تتای ای. سینوس تتای ای کوسینوس تتای ای. سینوس دوی تتای ای منهای سینوس تتای ای کوسینوس تتای ای منهای سینوس به توان 2 تتای ای. منهای کوسینوس 2 تتای ای منهای سینوس تتای ای کوسینوس تتای ای کوسینوس به توان 2 تتای ای و سینوس تتای ای کوسینوس تتای ای. این هم سطر سوم. سطر چهارم این مجموعه هم
هستش منهای سینوس تتای ای کوسینوس تتای ای منهای سینوس دوی تتای ای سینوس تتای ای کوسینوس تتای ای و سینوس دوی تتای ای. به نظر میاد که ماتریس تناسلی هم که توی قطب قرار گرفتن همگی مثبت سینوس دو سینوس دو سینوس دو سینوس دو این هستش element stiffness matrix in global coordinate system. ماتریس روتیشن این همون بود که درای مثلا سطر اولش بود تو درای آخر صفر بود و سطر دومش بود تو درای آخر بله آر در مقیاس هیلمان بودش کوسینوس تتای ای سینوس تتای ای صفر 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 کوسینوس تتای ای سینوس تتای ای این ماتریس دو در چهار دقیقاً یعنی شما زیرش یادداشتی داشته باشید که این که در مقیاس المان هستش آر دو تا سوپر اسکریپت میخواد این یه دونه ای میخواد یه دونه چی؟ ترانسپوز بعد این هم کای یه دونه سبسکریپت یه دونه چیز یه دونه هم ای میخواد بعد هم یه دونه سبسکریپت میخواد یه دونه هم این چون باید ستوماتیسه رو در هم ضرب کنید تا این بدست بعد این ماتریس وسطی یک و منهای یک منهای یک و یک کا هم بیرون داره که میاد تا اول برابر خب ما باید اسمبلینگ رو که میخوایم انجام بدیم لطفا دقت بفرمایید این نکته ظریفی هست که باید بهش عنایت داشته باشید من با این رنگ اینو می‌نویسم مثلا اگر چنانچه که ای یک بود نگاه کنید شکل رو ای یکه ما حالا باید شروع بکنیم نامگذاری کنیم دیگه این سطح رو نامگذارون اینجوریه این یکه این دوه متوجه هستیم و این یکه این دوه برای علمان یک موقع که میاد به علمان دو میدونید که حالا دیگه چون تتا برای همه علمان ها مشخصه راحت میتونید این ماتریس کا رو تشکیل بدید یعنی عملا ماتریس کا اگر ای یک باشه به جای کای ای باید بذارید این عدد و به جای کتاب ها اینجا هرچی دارید باید بذارید صفر من مخصوصا این یکی رو می‌نویسمش که ببینید چطور میشه کار اگر چنانچه من بخوام کار رو برای المان یک در سیستم گلوبال بنویسم باید بنویسم 6 ممیز 283 ضرب در 10^6 حالا اینجا چون تتا صفر دیگه نه این میشه یک این میشه صفر این میشود منهای یک
این هم میشود صفر. صفر 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 منهای یک صفر یک صفر و آخری هم میشود صفر 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 صفر. این عملا میشود element stiffness matrix in global coordinate system four element number one که من آمدن به جهت تا چی داشتم؟ صفر داشتم. اگر چنانچه بخوام اینجا تکلیفی بگم چجور کانتریبیوت میکنه به سیستم استیفنس میتریکس، اینجا باید این دوتا رو چکار کنم؟ یک این دوتا رو دو، این یک و دو گلوبال نه این باید سه باشه، قبول؟ اینجا یک سه. یعنی عملا موقعی که من میخوام برم شروع بکنم گلوبال استیفنس متریکس یا سیستم استیفنس متریکس رو شروع بکنم پر بکنم، اگر چنانچه من با اجازتون این دکتر پاکش کنم آیا تو اونجا هم که نوشتیم یک و دو مثلا برای رمان اولی یکی و سه میشه اون بالا هم؟ بله این هم میشه سه دیگه. اگر چنانچه من بخوام شروع کنم برای اسمبلینگ استیفنس متریکس حرف هامون رو کامل کنیم، اینجا باید بنویسیم کا دیگه چیز نداره، سوپر اسکریپت نداره، بعد مساویه با چند تا گره داریم؟ چهار تا گره داریم نه؟ خب اگر چنانچه من اینجا بخوام یک دو سه چهار بعد اینجا هم یک دو سه چهار باز شروع کنم کانتریبیوشن ناشی از المان یک رو اینجا بذارم. یک و یک یعنی این ماتریس اینجا برداشته میشه گذاشته میشه اینجا یک و صفر صفر و صفر بعد یک و سه یعنی اون ماتریس منهای یک صفر و صفر و صفر یک و سه میان اینجا منهای یک بعد سه و یک
این سه، این هم یک. ببین آقای منصرفی منفی یک صرف بسید این همه است. بعد سه و سه، این سه، این هم سه. بگید یک سه سه سه. این میشه کانتریبیوشن ناشی از چیز، منتها حواسمون نبود حتما باید که ها رو درش زرد بکنم. یعنی عملا این فقط در یک کی زرد میشه که شیش و نیویس هشتاد سه زرد در دامه شیشه شیش مامان یه دویس هشتاد سه در ده دوان شیش. این یکی می شود منهای شیش ممیز دویس هشتاد سه زرد در دوان شیش. این هم می شود منهای شیش ممیز دویس هشتاد سه زرد در دوان شیش. و بالاخره این هم می شود شیش ممیز دویس هشتاد سه ضربه در دمانه. این میشه کانتریبیوشن ناشی از المان یک. حالا باید بریم سر المان دو. محتواش فرق میکنه. باید بریم به جای این کایه بذاریم چقدر؟ پنج مایز فلان. بعد به جای تتاها هم بذاریم این عدد 323 مایز 13 محاسبات انجام بدیم و اینجا بنویسیم. اگر چنانچه من این محاسبه رو اینجا نتیجهش بنویسم کا دو مساوی پنج ممیز چقدر بچه ها؟ صفر ضرب در دوان شیش. اعدادی که اینجا باید جایگزین کنیم برای المان دو اینها هستن. حالا یه مقداری خورد تو هم اینجا می‌نویسمش. اینا رو ببندمش که حدود ظهورش تو جواب خواهم بزنم کم نیست جاش نه چی؟ هم ماسی کم نیست باش فضا چرا؟ حالا راز ناچار هستیم همین مسائلی که در سال قبل داشتیم رو یک کمی لحاظ کنیم. اشکال نداره. حالا دیگه این داستانی هست که باش مواجه هستیم. این کا برای المان دو مساوی با پنج ممیز سه بیس و شیش در ده به توان شیش. باید تتا 321 نمون رو تو اون روابط بذاریم. میشه 64. 64 از کجا بست مانه؟ 64 سرون به جای تتای دی گذاشتیم 323 ممیز 1 نمون یا 13 کوسینوسش رو گرفتیم به تمام دو رسونیم. منهای 48 48 سرون منهای 64 48. منهای 48 36 ممیز 48 منهای 36 منهای 64 48 64 منهای 48
و بالاخره ممیز 48 منهای 36 منهای 48 36. خب حالا باید عملا ببینیم چجوری میتونیم کانتریبیوشن ناشی از این ماتریس رو توی این گروهواله ببینیم. دوباره شروع میکنیم، نامگذاری میکنیم، اونی برای عدد هست من اینجا میمیستم این رو. بعدش دو سه
این دو این هم سه عملا می شود کای یک سه برای علمان دو کای دو سه برای علمان دو اینجا هم می شود کای دو سه برای علمان دو کای دو یک دو 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 سه دو چار نوشتم اینجا یک سه یک سه یک چار باید این میشه یک چار بعد این هم میشه دو سه نه میشه دو چار پس ما این با همه دو تا هم میخوره بعد اینجا باید بگیم اگر این سه اینجا بود میشد سه دو سه دو این سه این هم دو میخوانه در بایی رنگ دیگر دو تو جسارت هم بکنه عملا میشود کای سه یک علمان دو کای سه دو علمان دو کای چهار یک علمان دو کای چهار دو علمان دو و آخریش هم هستش سه سه این سه هست این هم سه هست به یه رنگ دیگر اگر چانچی بمیسم این میشه به اضافه کای سه سه علمان دو کای سه چار علمان دو کای چهار سه علمان دو کای چهار چهار علمان چهار این هم کانتریبیوشن ناشی از علمان دو علمان سه هم سه و چهاره یعنی عملا اگر چنچه به صورت جنریک ما بخواییم چیز کنیم اینجا باید بمیسیم کا سوپر اسکریپت سه مساویه با خب اینجا باید بمیسیم چی بچه ها؟ باید بنویسیم سه اینجا باید بنویسیم چی؟ چهار بعد اینجا هم بنویسیم سه اینجا هم بنویسیم چقدر؟ چهار خب عملا با این توصیف اگر چنم چه بخواهم ببینیم کانتریبیوشن هاش از علمان سه چی میشه این سه سه هست سه این هم سه پس باید با یه رنگ دیگری این کمیات رو اضافه کنیم بهش حالا خود اینها نامگذاری ها هم یه بارم بنویسیم بعد نیست که بدونیم چی به چیه این هستش کای یک یک برای علمان چقدر؟ سه این هستش کای یک دو برای علمان سه این هست اشکای یک سه برای علمان سه این هم هست اشکای یک چهار برای علمان سه این سطح یکیش میسازه سطح دومش میشه دو یک برای علمان سه کای دو دو برای علمان سه کای دو سه برای علمان سه و کای دو چهار برای علمان چهار؟ سه اینجا هم می شود کای سه یک برای علمان سه کای سه دو
برای مان سه کای سه سه، برای مان سه کای سه چهار، برای مان سه و بالاخره کای چهار یک، برای مان سه کای چهار دو، برای مان سه کای چهار سه، برای مان سه کای چهار چهار، برای مان سه. این هم بسته میشه. حالا عملا سه سه یعنی این بلوکه باید به خونه یه چیز بشینه، سه سه، این سه، این هم سه، میشود به اضافه کای یک یک برای لیمان سه، این هم میشود به اضافه کای یک دو برای لیمان سه. به اضافه کای دو یک برای لیمان سه، به اضافه کای دو دو برای لیمان چقدر؟ سه. بعدش سه چهار، این سه، این هم چهار، عملا باید این یک کمی این برتر رو برمیش تا بتونیم این خانه رو پرش کنیم. سه چهار یعنی چیزی که اینجا هست میشود کای یک سه، المان سه کای یک چهار، المان سه کای دو سه، المان سه کای دو چهار، المان سه. خب بعدش چهار سه، این چهاره، این هم سه هست، خوشبختانه خودش خالیه دیگه، فقط کافی نداره بنویسیم سه یک، المان سه کای سه دو، المان سه کای چهار یک، المان سه کای چهار دو، المان سه. و این هم کانتریبیوشن ناشی از این. یکی دیگه مونده چهار چهار، چهار چهار هم یعنی این، اینجا باید بنویسیمش کای سه سه، المان سه، چون همه همش چیزی رو هم نوشتیم اینا بنویسیمش کای سه سه، المان سه کای سه چهار، المان سه کای چهار سه، المان سه و کای چهار چهار، المان سه. این عملا می شود اسمبلینگ ماتریس سختی. حالا اگر چنانچه خط نسبتاً هم نات مستقیم نامستقیم بکشیم که اینها رو هم از هم جدا کنیم، این هم همیشه وسطتونه سه، این ها همیشه وسطتونه چهار. خب یادتون باشه که دلتا اسمبلینگ نداره ولی ماتریس بردار سمت راست حتما اسمبلینگ خواهد داشت. حالا ببینیم اسمبلینگ اون یکی چی میشه، یعنی عملا F این باید ضرب در دلتا بشه، حالا عملا اینجوری بنویسیم، باید ضرب در
اینجا باید بنویسم چی خانم مهندس؟ یو یک یک بی یک یک چون دیگه حالا اینها گلوبال هستن اینها میگیستو میشن؟ ندارن دیگه اینها گلوباله این میشود یو یک و بی یک این میشود یو دو و بی دو آیا دفتر اول یه سه نمیشه؟ نه دیگه هیچی ببرشه این میشه یو سه و بی سه این هم میشه یو چهار و بی چهار مصابه و اما اف میخوام ببینیم کانتریبیوشن ناشی از المان یک چقدر میشه المان یک یادتون باشه که به نوتاتون اگر چنانچه نگاه کنید این F در مقیاس المان مساوی هست با R E ترانسپوز زر در F E F یعنی عملا از نظر عبادی چه بودی پیدا میکنه لطفا این چند در چنده؟ این دو در یک درسته؟ این در چند چند در چنده؟ دو در چهار خودمون دو در خود به دو ترانسپوزش دو در چهاره پس این میشه چهار در دو پس بنابراین اگر چنانچین ها دو رو در هم ضرب کنیم میشه چقدر؟ چهار در یک خود F در مقیاس المان چهار در یکه خب حالا مثال بزنیم چون میدونید دیگه اینا فقط به تتا بستگی داره که باید در این ضرب بشه یعنی عملا اگر چنانچین من بخوام مثلا در یه المان یک بنویسمش برای المان یک آر تتا صفره نه خود آر چی بود؟ آر یک بار اینجا بنویسیم یک صفر 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 یک صفر این خود آره برای المان یک حالا اگر چنانچه ما بخواییم ترانسپوزش بکنیم میشود یک صفر 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 و اون هم میشود صفر صفر یک صفر این میشه آر FL هم برای المان یک هستش یک L یک این هم برداره اگر چنانچه اینها رو در هم ضرب کنیم برای چهار در یک بمونه می شود F L1 0 F L2 0 حالا contribution ناشی از این 4 در 1 اینجا خب آسپاری یک نامگذاری اینجا باید بکنیم بگیم این چیه؟ یکه؟ آه این دوه؟
این سه هست، اینم چهاره. خب اگر چنانچه دقت بکنید، المان یک این باید یک باشه، این باید سه باشه. یعنی اینجا باید من بنویسم یک، اینجا باید بنویسم چقدر؟ سه. یعنی اما الان اینجا اگر شنشو بخوام ببینم کجا بذارمشون، باید F F یکی یک رو اینجا بذارم، صفر اینجا، بعد برم اینجا به جای این بذارم F L دو یک اینجا بذارم چقدر؟ صفر. این نحوه پر کردن بردار ثوابته. حالا برای المان دو اگر چنانچه F رو اینجوری بنویسم، حالا دیگه من کلیتش رو می‌نویسم، اینجا باید بنویسم جان من شریفی، اینجا باید بنویسم دو، اینجا باید بنویسم چی؟ سه. بعد تا اونجا که به خونه ها مربوط میشه نامگذاری ها دقت بکنید که باید اینجا این ضرب داره. حالا عملا اگر چنانچه بخوایم شروع کنیم حرفامون رو چیز کنیم، این باید بگیم کوسینوس تتای دو، اینجا هم سینوس تتای دو، یه دلیل دارم برای اینکه این دارم اینجور می‌نویسم، اینجا هم صفر، اینجا هم چقدر؟ صفر. بعد این چیزی هم که اینجا هست رو اگر اینجا رو نگاه کنید، این برگشت اومد، این میشه صفر، صفر، این هم میشه کوسینوس تتای دو، این هم میشه سینوس چی؟ تتای دو. این باید ضرب در چی بشه؟ این باید ضرب داره F L 1 2 بشه، این هم باید ضرب داره F L 2 2. خب این میشه مساوی. این ضرب داره این بشه، میشود F L 1 2 ضرب داره کوسینوس تتای 2، اونم که صفر. این ضرب در این می شود F L1 2 ضرب سینوس تتای 2، این هم می شود F L2 2 ضرب در کوسینوس تتای 2، این هم می شود F L2 2 ضرب در سینوس تتای دو. حالا این اعراب که اینجا نوشتیم رو باید اینجا بنویسیم، دور اینجا بنویسیم، سرم اینجا. خیلی هم خوب، بیایم اینجا دور رو باید بریم کجا بذاریم؟ اینجا بذاریم، میشود افه L1 2 کوسینوس تتای 2. F L1 2 ضرب داره سینوس تتای 2. بعد باید بریم C، یعنی به اضافه F L2 2 ضرب در کوسینوس تتای 2، اینجا هم به اضافه F L2 2 ضرب در سینوس تتای 2. این هم میشه کانتریبیوشن ناشی از دو و سه.
حالا آخرین المانمون المان سه هست. المان سه هم اگر چنانچه من اینجا المان سه رو بنویسم و علامت بردارم اینجا، اینجا باید بنویسم، لطفا نگاهی چک بکنید، سه چهار اینجا میشود، سه اینجا میشود چهار، چهار با توجه به ساختارمون میتونیم ساختار این رو هم بنویسیم. باید بریم سه رو، یعنی این رو به اضافه F1 L1 3 ضرب کوسینوس تتا چقدر؟ سه به اضافه F1 L1 3 ضرب سینوس تتا سه، این میشه پر کردن این. چهارم میشود F L2 3 ضرب کوسینوس تتای 3، این هم میشود F L2 3 ضرب چی باشم؟ تتای 3. خب کل این میشه استپ 5 که چی بود؟ استپ 5 کامپیوت یا اسمبل element properties to obtain system properties. این هستش system stiffness matrix، این هم هستش system vector of system forcing function. و هم ما وقت داریم استپ 6 impose boundary condition. اعمال شرایط مرزی. خب ببینیم کجا پرایمری وریبل داده شده، کجا سکندری وریبل داده شده. اونجایی که پرایمری وریبل داده شده بیایم صرف ها و ستون های ناظر با پرایمری رو صفر کنیم بر اساس دیدگاه اول و بعد مقدار ثوابت هم و مقدار چی جایگزین کنیم. نگاه کنیم توی مسئله که ما داریم در گره 1، گره 2 و گره 4 پرایمری اسپسیفای شده، صفر هم هست. یعنی عملا اگر چنانچه من بخوام شروع کنم مودیفای استیفنس میتریکس رو در مقیاس سیستم بیان کنم، اولا کماکان ماتریس من 8 و 100 داره، 8 تا ستون داره. چون پرایمری وریبل در گره یک، لطفا دقت کنید، در گره یک اسپسیفای شده، من باید میام اینها رو یک کنم بقیه رو صفر کنم.
این نحوه اعمال اینجا یو یکه، اینجا بی یکه، اینجا یو دویه، اینجا بی دویه، یو سه، یو چار، بی چار. مساویه. حالا اصول اگر چنانچه این سطح رو در این ستون ضرب بکنیم، باید اعدادی که اینجا می‌نویسیم یو یک و بی یک رو بده دیگه. این سطر در این ستون که ضرب بشه، فکر میکنم حتا اینها نباید ضرب کنیم. به طوری که ببینم نقلی باید یکی باشی، به طوری که الان یه سطر که در این ضرب میکنی فقط یو یک رو میده. خانم صادقی، این سطر در این ستون که ضرب بشه تمام اینها صفر هست، فقط یکی هم هست که در این یو یک رو ضرب میشه، این میشه صفر. خب حالا این یکی، این یکی که باید این سطر در این ستون ضرب بشه بی یک رو بده که بی یک هم صفر. در واقع مثل جورایی از کامن سنس استفاده کردیم، گفتیم اگر چنانچه دیگری آفریدمون یک باشه، یعنی ما در گره یه دونه درجه آزاد داشته باشیم، میام عملا شروع میکنیم اون عنصر و قطری رو یک میکنیم، بقیه صفر میکنیم. حالا اینجا نه اینکه درجه آزادمون در گره دوتا هست، عملا این عناصر قطری یک میشن، بقیه صفر میشن، که بعدم استدلال منطقیش درست اصل قضیه هست. میگیم این سر که در این ضرب میشه یو یک میده که صفره. یو یک چیه تو این شکل؟ جا به جایی گیره یک در راستای میبرد که صفره. این سر که ضرب در این میشه بی یک میده که بی یک هم صفر. فلا برای گیره دو هم خوشبختانه یو دو بی دو صفره. میگیم اینجا این رو صرف میکنیم، این هم صرف میکنیم، این یک صرف صرف یک، اینا هم حالا اینا یکی هم باید کنیدن میبشیم، اینا رو صرف 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 یک، باقیش هم صرف 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 صرف. به طوری که لطفا نگاه کنید این سطر که ضرب در این ستون بشه، این که یو یک و هیچ، این هم یو دو هم هیچ، این نه یک ضرب در یو دو میشه و صفر بشه. موقع که صفر بشه میشه صفر. حالا ممکنه خانم غلامی سال دیگه یک پرسه بگه باقای صفر کردن اونها کجا میپردازید؟ یعنی عملا شما اگر چنانچه خواستید مثلا یه دفعه که از این گره ها به جایی که فیکس شده باشه تغییر نکنه، یه جا به جایی در یه جهت خاص جلو جلو مثلا نشست کرده باشه یا جا به جایی داشته باشه، الان اینجا اثر نمیذاره چون باید در صفر ضرب بشه. مثلا شما فرض بکنید اینجا این عدد رو باید، اگر اینجا عدد بود، این که یک سه عدد بود، باید میبردینش اون بر ضرب داره یو یک ضرب در که یک سه میکردید اون طرف میبشید، و نه اینکه یو یک صفره مقدارش صفر میشه. خب این سطح هم که در این ضرب بشید هم میشه صفر. خب تا اینجاش داریم این صفر کردن مانیفاید فکتر آف فورسینگ فانکشن رو میسازیم. گره چهار هم فریز شده، گره چهار که فریز شده یعنی عملا این یو چهار و بی چهار هم صفره. یعنی عملا اگر چنانچه شما بیاید
اینجا رو صفر کنیم، اینجا رو هم صفر کنیم، صفر کنیم، صفر کنیم، صفر کنیم، صفر کنیم، اینجا باید یک بذاریم، اینجا باید هست صفر. بعد اینجا هم صفر رو، صفر رو، صفر رو، صفر رو، صفر رو، صفر رو، صفر رو یک. باز این سطح رو که در این ستون ضرب کنید، تنها منصد غیر صفرش این یکی که ضرب نیو چهار میشه، نیو چهار هم صفر. و بعد این هم ضرب نیو چهار میشه، هم صفر. تنها المانی که خب یه چیز دیگه هم باید بگم، چون میگیم صفر و ستون، تنها ستونی که صفر نمیشه سه سه هست که صفر نمیشه، که هر چیزی باید بذاریم. پس اینا هم صفره، این 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 هم صفره، ناشی از سطح و ستونه مربوط به یک و دو و چهار. حتی این هم صفره. تنها عنصری که صفر نیست این چیزی هست که اینجا هست، یعنی این تکه که اینجا هست تا اینجا، که اگر چنچه توی علوبار بخواهم این رو نامگذاری کنیم باید بگیم این سطح چندم میشه بچه ها؟ این میشه سطح پنجم، نه؟ میشه کای پنج ستون چندم پنجون دیگه چیزم نداره، سوپر سکریپت هم نداره. بعد این هم میشه که پنجون شیشون، بعد این هم میشه که شیشون پنجون، این هم میشه که شیشون شیشون، به طوری که این سطح که در این ستون ضرب میشه می‌نویسمش اینجا، میشه که پنج پنج ضرب در یوسه به اضافه که پنج شیش ضرب در بیسه مساوی با این چیزی که اینجا هست. لطفاً دقت بکنید اینجا اصلاح لازم نداره. چرا لازم نداره اصلاح؟ اگر صفر نبودن چون باید صفر بشه، منتها اینجا این سطر، این سطر در این سطر اگر چنانچه صفر نبودن اصلاح لازم داشتن. به خاطر چی؟ به خاطر صفر کردن اینها. خیلی خوب، این باید مساوی باشه با FL2 برای المان یک به اضافه FL2 برای المان دو ضرب کس مینوس دلتای دو به اضافه FL1 برای المان سه ضرب در کسینوس تتای سه که شیش پنج یوسه به اضافه که شیش شیش بیسه مساوی با صفر افر ال دو برای دو سینوس تتای دو به اضافه اف ال دو برای دو، نه برای سه، سینوس تتای سه F L Y K. حالا من رسوندمش به اینجا
که بگم این که 5-5 معلومه، که 5-6 هم معلومه، که 6-5 هم معلومه، که 6-6 هم معلومه، عدد هستن. این U3 و V3 و U3 و V3 که دوتا مجهول هستن، دوتا معادله، اینها رو چیکار کنن؟ برگردیم. اگر برای گره 3 تو نظام رشنالایز کردن اسمبلی بیاندیشید، میبینید اون عددی که اینجا ظاهر شده، این چیزی که اینجا ظاهر شده، دقیقاً اگر برای این گره بری پیکره حساب ترسیم بکنی، میتونید به جای کل اونها بذارید این هم، یعنی بذارید 15 ضرب در درب توان 3 ضرب در کسینوس 5. 15 ضرب در درب توان 3 کسینوس 5. و این هم باید میتونید بذارید 15 ضرب در درب توان 3 ضرب در سینوس 5. یه سال اگر چنانچه این جرد از این برای بود، یعنی بجوی که فلشه به طرف باره بود بودن پایین بود، باید چکار میکردیم؟ منها میذاشیم، چون هر دوتاش خلاف جهت مثبت ما میشد. خب اگر من بخوام برای این پیکر آزاد ترسیم بکنم، دیگه رشتن با ساختمان هست و باید بیام اول برای این هم پیکر آزاد بکشم، بعد مطابق عمل و عکس‌العمل بیام برای این گره بارون ها رو بذارم روش، که بعد من رشنالایز بکنم که چرا این 15 در تمام 3 در کسیم 5 معادل این 3 دقیقه است. ببینید حداقل از نظر چیزی 3 تا عدد که اینجا میبینید، ببینید ترسش رو میتونید اینجا داشته باشید. خانم مهندس اولین جمله FL2 توش به کار رفته، سوپر اسکریپتش چنده؟ FL2-1 اینا شد. و چون خود و خودش هم هست، خودش دیگه افقی هم هست، هیچی نداره، زرمانی می نداره. بعد FL2 کسینوس تیتای 2. خب سوپر اسکریپت چند جمله دومی؟ دو هست، این میشه. خب بعد میبینید برای این المان اگر من بیرون بکشمش، برای المان دو بیرون بکشمش، این مقدار اینه دیگرم، منتها باید در یک زر کسینوس یه چیز زر بشه که افقی بشه، که ببینید در کسینوس زر بشه. میبینید سومی چی؟ سومی سوپر اسکریپت 3 داره نه؟ من اینو بیرون بکشمش، این رو باید اینو اینجوری بزنم، اینو هم اینجوری بزنم، بعد این بنویسمش FL1-3 بعد باروش رو اون بزنم موقعی که میخوام برای گره برم پرپراز، اینم باید بزنم FL2-3. حالا ممکنه که بگه که داره در یک کسینوس ضرب میشه، این سفتار دیگه، این سفتار اگر چنانچه کجا هستش، این تتای 3 این سفتاره، کسینوس تتای 3 اگر چنانچه این دایره مثلث ذاتی باشه، این محور سینوس ها، این محور کسینوس ها، این محور سینوس ها 270 میشه، اینجا میشه منهای 1، منهای یک میشه، یعنی در واقع باید منهای یک بذارید. حالا اگر برید چک بکنید ببینید منهای یک چند نزولش چیه، اینجا به طرف پایین، این میشه به طرف بالا، چون اول عکس العمل هست. لطف بکنید این رشنالیزیشن رو برای خودتون برای یک بار برای همیشه انجام بدید، ببینید میتونید علت این که این سه تا جمله رو با این جایگزین میکنید چی هست رو پیدا بکنید. حالا اولا دو مجهول داریم، میتونیم بریم یوسه و بیسه رو حساب بکنیم و اصل مثلا همین بود. حالا سوال، بعد که رفتیم یوسه و بیسه جا جا یا رو حساب کردیم، چجوری میتونیم
بریم نیروی داخلی رو به دست بیاریم، چون اصل قضیه ما نیروی داخلی هستن. جا به جایی در واقع منجر به محاسبه نیروهای داخلی میشه. میتونیم بریم در مقیاس المان نگاه کنیم برای محاسبه مقادیر. من جوابات میتونیستم داد بکنید، مقایسه کنید، ببینید میتونید به این جوابات دسترسی پیدا کنید یا اینجا میرسد به یه رنگ متفاوتی. یوسه یعنی چی؟ یعنی جا به جایی که یه حصه در راستای محور اکس سه ممیز صفر چهار میلیمتر جا به جایی گرسه در راستای محور اکس سه ممیز چهار صدم وی سه جا به جایی گرسه در راستای محور وای هفت ممیز نود و شیش میلیمیتر. گرده خوب میدونید دوست و ویسه بعد متر به دست میاد، یعنی در دامن های سه دارن و بعد که میری جای گذاری میکنی تبدیل باید میکنی به میلیمیتر میشه. و این هم با کامن سنسمون میخونه. کامن سنسمون چی میگه؟ فیزیک مسئله چی میگه؟ میگه موقعی که شما این گره رو در این راستا با این نیرو بکشید یه جا به جایی اینجوری پیدا میکنه، سه میلیمتر در این راستا، هفت و هشت میلیمتر هم در این راستا ایجاد میشه. با داشتن جا به جایی در گره سه ما میتونیم بریم و نیروهای داخلی رو در سیستم به دست بریم. که نیروهای داخلی رو هم من در عنوان دو additional computation if required رفتم حساب کردم و نهایتاً به یه سوال دیگری پاسخ دادم. اگر مثلا من برم برای المان یک پیکر آزاد بکشم بعد از که نیروهای داخل حساب کردم آیا این در حال تعادله؟ یعنی مجموع نیروها در جده یک مجموع نیروها در جده باید صفره؟ یا اگر رفتم برای این المان که رو می نیستم شوش این مقدار این می شود 94 24 ممیز 76 دقیقا جهت چند همه این هم می شود 70 68 ممیز 57 این هم می شود عکس العمل تکیگاه 2. اینجا هم این نیروهایی که توی این دارم این می شود 11 90 و 11 49 90 7 این هم می شود 96 41 ممیز 81 این نیرو هم اینجا به دست میارم که مقدار این نیرو هم از این برد هست و مقدارش هستش 19 سر ممیز 32 اکسالعمل این یکی هم به طرف بالا هست هست 398 در واقع مثل اینکه من نیروهای خارجی و این هم نیروهای داخلی که در راستای ایکس و وای توی این ایجاد میشه تعادل اینها رو نوشتم و مجموع نیروها در جد محور ایکس رو صفر کردم. یک خطایی که ناشی از همه رون کردن اینجور چیزا هست حدود منهای 33 کیلونیوتن. لطف بکنید این قسمت رو خودتون کامل بکنید در سم ساعت بعد کلاس دارید اذیت بشید. همینجا متوقف میکنم. دو تا نوت براتون ارسال کردم، یکی مقایسه دیفرنشیال کلکولس و فرمولیشن و اولیشنال فرمولیشن، یکی هم مقایسه رابطه ریس با فنت المنت. یه نگاهش بکنید برای روز شنبه که یک شنبه که انشالله مبحث جدید رو آغاز میکنیم با یه آمادگی قبلی با حساب تغییرات وارد کلاس بشید که انشالله بتونیم این قضیه چیز رو هم با حوصله و تمنونه جلو بریم. از حوصله همگی سپاسگزار هستم. تا روز یکشنبه همگی رو به خدا بسپارم.